توی فیلم میخوام بریم سراغ اون دسته از مسائلی که به صورت فارسی بیان میشن ولی قوانین احتمالن، یعنی خودمون باید A و B بگیریم و با توجه به اون نکته‌هایی که توی فیلم قبلی یاد گرفتیم بیام اون مسئله رو به قوانین احتمال تبدیل کنیم و حلش کنیم. بریم با هم دیگه مسائل این بخشم یاد بگیریم. مثال اول، احتمال آمدن باران به نیامدن باران 2/3 است. احتمال آمدن باران کدام است؟ خب ببین این مسئله قوانین احتماله، اما ما اینو باید خودمون تبدیلش کنیم به اون ای و بیا. من احتمال بارش باران یا پیش آمد بارش باران رو ا میگیرم. سوال گفته احتمال آمدن به احتمال نیامدن 2/3، یعنی احتمال آ یعنی پی آ تقسیم بر احتمال آ پریم یعنی پی آ پریم شده 2/3، پی آ به پی آ پریم شده چند؟ 2/3. خب چرا؟ چون گفته احتمال آمدن به احتمال نیامدن، بچه نیامدن میشه پریم دیگه متممش، احتمال آمدن به احتمال نیامدن 2/3، احتمالا که با پی نشون میدیم. خب من این مفروض و مسئله است دارم، اگه نه طرف این بسته میکنم پی آ، یه اینجوری بگی بهتره، 3 تا پی آ میشه 2 تا پی آ پریم، که پی آ پریم رو تنهاش کنم میشه 3/2 پی آ. خود میتونید دیگه ساده سازی کنید دیگه، پی آ پریم میشه 3/2 پی آ. شما میدونین چه رابطه بین پی آ و پی آ پریم برقراره؟ من گفتم پی آ پریم همیشه از 1 منهای پی آ. حالا اگه پی آ رو بیارم اینور، در واقع اینجوری میتونم بگم پی آ به علاوه پی آ پریم همیشه 1. اینجوری هم میتونم بگم، من تو قوانین احتمال گفتم پی آ پریم هست 1 منهای پی آ، هیچ فرقی نمیکنه. یا اینکه بگم پی آ به علاوه پی آ پریم 1، این همون فرموله. خب من به جای پی آ پریم 3/2 پی آ میذارم، به جای پی آ پریم 3/2 پی آ میذارم، 3/2 پی آ با پی آ میشه 5/2 پی آ. وقتی 5/2 پی آ 1 باشه یعنی پی آ 2/5 بوده. سوالم از من چی خواسته بود؟ احتمال بارش باران، که احتمال بارش باران همون پی آ میشه که چقدر شد؟ 2/5. حالا اگه سوال میگه احتمال نباریدن باران چقدر، یعنی باران نیاد، میشه متممه، یعنی چقدر؟ 3/5. سوال بعدی، احتمال اینکه در خانواده‌ای با 4 فرزند تعداد فرزندان پسر 3 باشد یا اینکه فرزند سوم پسر باشد کدام است؟ 1/2، 9/16، 10/16، 11/16. ببین تو این سوال میگه احتمال اینکه این یا این رخ بده. این سبک سوالا که دو تا پیش اومده مختلف و احتمالشو میخواد A و B بگیر. یعنی چی؟ من میام پیش آمد این که تعداد فرزندان پسر 3 تا باشه، یعنی چی؟ 3 تا پسر از 4 تا رو، چون 4 فرزنده بوده 3 تاش پسر باشه رو میگیرم آ. دومیش گفته فرزند سوم پسر باشه، پس احتمالی که فرزند سوم پسر باشه رو بی میگیرم، یعنی پیش آمدش رو بی میگیرم. ببین من چی دلم میخواد، میگم توی یه خانواده 4 فرزنده چقدر احتمال داره 3 تا پسر از 4 فرزند داشته باشیم یا فرزند سوممون پسر باشه؟ من اینا رو A و B میگیرم. وقتی میگه یا یعنی اجتماع، یعنی سوال احتمال آ اجتماع با بی رو میخواد. آ اجتماع با بی یعنی چی؟ یعنی 3 پسر از 4 فرزند یا فرزند سوم پسر. پس من احتمال آ اجتماع با بی رو میخوام. خب طبق نکته که میدونم احتمال آ اجتماع با بی میشه احتمال آ به علاوه احتمال بی منهای احتمال اشتراکشون. بچه ها احتمال آ یعنی چی؟ یعنی تعداد حالت هایی که 3 تا پسر از 4 فرزند، 3 تا از فرزندا پسرن، 3 تا از 4 تا فرزندا پسرن، به تعداد حالت کل تقسیم بشه میشه احتمال آ. یعنی من باید برم احتمال این که 3 پسر از 4 فرزند داشته باشم رو حساب کنم. خب هم میتونم اینو با ان آ به ان اس حل کنم. ان اس چقدره؟ هر فرزند 2 حالت، 2 2 2 2 تو هم ضرب میشه، میشه 2 به توان 4 مخرج. صورت چیه؟ من میخوام از این 4 تا 3 تاشون پسر باشن. من میخوام از این 4 تا 3 تاشون پسر باشن، پس از این 4 تا 3 تا رو انتخاب میکنم پسر میذارم، خود به خود یکی دختر میشه. پس انعاد میشه 3/4، مخرجت میشه 2/4، پس میشه انتخاب 3/4 به روی 2/4. خب بچه ها شما اینو میتونید با پیروزی و شکست هم حل کنی. تو پیروزی و شکست گفتم احتمال 3 پیروزی از 4 تلاش چی میشد اگه احتمال پیروزی و شکست 1/2 باشه؟ الان احتمال پسر بودن و دختر بودن 1/2. گفتم وقتی احتمال پیروزی و شکست 1/2 بود یه فرمول گفتیم کازم بروی 2/5. دقیقاً اینجا هم همینجوری شد، شد 3/4 بروی 2/4. ببین چه با ان ا به ان اس بری، چه پیروزی و شکست بری، فرق نمیکنه. بعضی بچه میگه ما هنوز نمیدونیم کی از پیروزی و شکست بریم. بچه دارم با تاکید میکنم هر وقت تعداد حالت ها تعداد آزمایشات زیاد بود از پیروزی و شکست بری، ولی با ان ا به ان اس هم میتونی حل کنی. خب بس احتمال ها رو حساب کنیم.
حالا بی چی گفته؟ میگه پیش آمده پسر بودن فرزند سوم. میگه فرزند سوم پسر باشه، چقدر احتمال داره که سومین بچه من پسر باشه؟ خب چقدر احتمال داره سوم بچه پسر باشه؟ شما واقعا به فرزند سوم نگاه، با بقیه فرزنده کاری نداریم، دخترم پسرم اصلا باشون کاری نداریم. احتمال اینکه فرزند سوم پسر باشه چقدره؟ 1/2. همین احتمال پسر بودن فرزند سوم. اما اشتراک بابی یعنی چی؟ اشتراک یعنی هر دو شرط برقرار باشه، یعنی فرزند سومت پسر باشه و کلا هم 3 تا پسر داشته باشی، فرزند سوم یکی از اون 3 تا پسر رو باشه، یعنی من میخوام این پسر باشه کلا هم 3 تا پسر داشته باشی. خب بچه ها میگه این پسره، خب پس این که پسر هست رفت، چند تای دیگه میمونن؟ 3 تا. 3 تا کلا اگه بخوام اول کلا اناب انس بخوام بگیم، میگه اول کلا چند تا فرزند داشتیم؟ 4 تا. 4 تا NS چقدر میشه؟ هر فرزند دو حالت میشه، 2 2 2 2 2 به توان 4، پس مخرج که 2 به توان 4. اما صورت رو میخوام حساب کنم، NAB NS میگه این که پسره، کلا میخوام چند تا پسر داشته باشم؟ 3 تا. اینجا باید هر دو شرط برقرار باشه، یعنی هم این پسر باشه هم کلا 3 تا پسر داشته باشه. خب این که پسر هست، هیچی، یه حالت. حالا میخوام 3 تا پسر داشته باشم، یعنی از اون 3 تای دیگه چند تاشون باید پسر باشن؟ 2 تا. یعنی از اون 3 تایی که بچه 3 تا بچه‌ای که دیگه مونده 2 تاشون پسر باشه شرطم برقراره. پس میگم یه انتخاب 2 از 3 میذارم تو صورت، یعنی 2 تا از اون بقیه رو انتخاب میکنم پسرشون میکنم، خود به خود 4 دیگه دختر میشه، میشه 2 از 3 بره 2 به توان 4، که حاصلش حساب کنیم میشه 9/16. پس اینم یکی از اون مسائلی که با A و B حل کردیم، آ اجتماع بابی رو حساب کنیم. یکی دیگه، با توجه به جدول آمار دانشجویان یک دانشکده، اگر یک دانشجو به طور تصادفی انتخاب شود، احتمال اینکه تهرانی یا پسر نباشد چند درصد؟ 15 33 70 85. نگاه کن، میگه یه دانشکده ای از نظر جنسیت و از نظر اهلیت توی همچین جدولی قرار گرفت. این جدول اصلا ببینیم یعنی چی. میگه توی این دانشکده تعداد دخترهایی که تهرانیان 500 تاست، تعداد دخترهایی که شهرستانیان 300 تاست، تعداد پسرهایی که تهرانیان 600 تاست، تعداد پسرهایی که شهرستانیان 600 تاست. پس در واقع این دانشکده چند تا دانشجو داره؟ جمع میکنیم 600 و 600 1200، 300 و 500 800، جمع 2000. 2000 نفر توی این دانشکده دارن درس میخونن. من یکی رو به تصادف انتخاب میکنم. میگه چقدر احتمال داره تهرانی یا پسر نباشد؟ بچه ها دوباره 2 تا چیز رو از من میخواد، اینا رو با آوابی حل کنیم. من پیش آمد تهرانی بودن رو آ میگیرم، پیش آمد پسر بودن رو بی میگیرم. چی از من میخواد؟ احتمال یعنی پی، تهرانی یا پسر یعنی آ اجتماع با بی نباشد، یعنی احتمال چی رو از من میخواد؟ مطمئنم خیلی از شما الان ممکنه همچین اشتباهی رو بکنید، میگه احتمال آ پریم اجتماع با پریم رو میخواد. غلطه. چرا احتمال آ پریم اجتماع با پریم رو نمیخواد؟ ببین سوال گفته تهرانی یا پسر نباشد، یعنی آ اجتماع با بی نباشد، تهرانی یا پسر آ اجتماع با بی نباشد، این یه پریم بذار بالاش. یعنی سوال احتمال آ اجتماع بی پریم رو میخواد، یعنی اینو از من میخواد، آ اجتماع بی پریم. ولی اونی که ما گفتیم آ پریم اجتماع بی پریم بود. خب چی میگفت سوال اون میشد؟ برگردیم سوال دوباره، چی میگفت اون میشد؟ اگه سوال میگفت احتمال این که تهرانی نباشد یا پسر نباشد، بچه تهرانی نباشد یعنی آپریم، یا یعنی اجتماع پسر نباشد، تهرانی نباشد یعنی آپریم، اجتماع یا یعنی اجتماع، پسر نباشد یعنی بپریم. پس اگر میگفت تهرانی نباشد یا پسر نباشد، میگفتیم پی آپریم اجتماع بپریم. اما الان اینو نگفته، سوال گفته تهرانی یا پسر نباشد. تهرانی یا پسر یعنی آ اجتماع با پریمو میخواد، آ اجتماع بی پریم. خب اینو میخوام حلش کنم. ما دیگه یاد گرفتیم احتمال اجتماع با پریم میشه 1 منهای پی اجتماع با بی، تو فیلم قبلی کار کردیم. احتمال اجتماع با بی هم چی میشد؟ میشد پی آ پی بی منهای اشتراکشون. حالا شروع میکنیم. بچه ها احتمال آ، آره چی گرفته بودیم؟ تهرانی بودن. احتمال آ میشه ان آ به ان اس، یعنی تعداد بچه‌هایی که تهرانی ان به تعداد بچه‌های کل. ما گفتیم کل دانشگاه چقدره؟ 2000. حالا چند تا تهرانی داریم؟ بچه ها تهرانی ها 500 تا دختر 600 تا پسر، کلن پس چند تا تهرانی داریم؟ 1100 تا. پس میشه 1100 به 2000، 2000 تعداد کل NS، 1100 تعداد بچه هایی که تهرانی هن. چون آره تهرانی گرفتیم. حالا پی بی یعنی چی؟ احتمال پسر بودن. پی بی رو میخوای حساب کنیم میشه NB به NS،
انبی یعنی تعداد بچه‌ای که پسرن، پس بعد تعداد بچه پسر حساب کنیم. بچه ها کلن چند تا پسر داریم؟ یه 600 تا، یه 600 تا میشه 1200 تا، پس میشه 1200 بروی 2000. حالا بعدیش گفته آشتراک بی، آشتراک بابی یعنی هم پسر باشه هم تهرانی. تعداد بچه هایی که هم پسرم و هم تهرانی هم با توجه به این پسر باشه تهرانی هم باشه میشه 600، پس میشه 600 بروی 2000. 2000 که تعداد کله، این میشه 11/20، 12/20، 6/20. یه ساده سازی کنیم میشه 17/20 و حاصل میشه 3/20. یعنی بچه ها، حالا اینو اگه بخوای به درصد بیان کنی، صورت و مخرج در یه 5 که ضرب کنی میشه 15%. یعنی 15% بچه های این دانشکده تهرانی یا پسر نیستن. بعدی رو ببینیم. در کلاس 20% دانش آموزان در هیچ یک از دو درس ریاضی و فیزیک قبول نشدند و 35% دانش آموزان در درس فیزیک قبول شدند و در درس ریاضی قبول نشدند. چند درصد افراد این کلاس در درس ریاضی قبول شدند؟ 55 50 45 40. ببین دوباره اینو میخوایم با قوانین احتمال حل کنیم. چرا؟ چون بحث دو تاست. نگاه کن اولش چی میگه. میگه 20% در هیچ یک از دو درس ریاضی و فیزیک قبول نشدن. ببین یه ریاضی داریم یه فیزیک داریم. میگه در ریاضی و فیزیک قبول نشدن. میگه 35% فیزیک قبول شدن ریاضی نشدن. پس این دو تا پیشامد مختلفو داره بررسی میکنه. وقتی دو تا پیشامد A و B بگیر، من قبول شدن در درس ریاضی رو A میگیرم، قبول شدن رو. قبول شدن در درس فیزیک رو B میگیرم. خب قبول نشدن چی میشه؟ A پریم. پس قبول شدن رو میگیرم A در درس ریاضی، قبول نشدن در ریاضی رو میگیرم A پریم. قبول شدن در فیزیک رو میگیرم بی، قبول نشدن میشه چی؟ ببریم. سوال از من چی رو میخواد؟ احتمال قبول شدن در ریاضی، یعنی پی آ رو از من میخواد. چیا به من داده؟ بخونیم. میگه 20% در هیچ یک از دو درس فیزیک و ریاضی قبول نشدن، یعنی ریاضی نشدد و فیزیک نشده است. ریاضی نشده است میشه آ پریم، فیزیک نشده است میشه ببریم. کلمه وسطشون هم و یعنی اشتراک. یعنی چی؟ یعنی احتمال اینکه ریاضی قبول نشود و فیزیک قبول نشود 20%، چون گفتی 20%شون. پس پی آ پریم اشتراک ب پریم 20%. ببین یعنی چی؟ یعنی ریاضی قبول نشود و فیزیک قبول نشود 20%. بعدی چی گفته؟ فیزیک قبول بشه ریاضی قبول نشه. بچه فیزیک قبول شه یعنی بی و یعنی اشتراک، ریاضی قبول نشه یعنی آ پریم، یعنی بی اشتراک با آ پریم هم داره 35%. پس من مفروضات مسئله رو نوشتم، سوال پی آ رو میخواد. بریم اسلاید بعدی. سوال پی آ رو با توجه به این دوتا میخواد. شروع میکنم ساده سازی. اینجا یه دونه پریم داره. وقتی یه پریم داره علامت اشتراک رو میکنی منها، بعدی پریمش میپره. پی بی منهای آ هم که بلدی میشه پی بی منهای پی اشتراکشون. خب دیگه ساده تر از این هم نمیشه. فعلا من دیگه ساده تر از این نمیتونم این رابطه رو ادامه بدم. دیگه پی بی و پی اشتراکی با بی. وقتی دو پریم داریم، گفتم از یه پریم فاکتور بگی، فاکتور میگیریم. حالا این میشه چه؟ یک منهای پی پریمش رو بر میداریم، یک منهای پریمش رو برداشتیم. خب بچه یک منهای پی اشتراکی با بی 20%. پس پی اشتراکی با بی چقدر بوده؟ 80%. یعنی اگه اینو ببرم اون بر، اینو بیارم بر، پی اشتراکی با بی میشه 80. خب شروع میکنیم بازم ساده سازی کردم. تا اونجا که میتونیم ساده میکنیم، همچنان میشه ساده کرد. پی اجتماع بابی چی میشه؟ پی آ به علاوه پی بی منهای پی اشتراک. یه ذره که دقت بکنی از بالا پی بی منهای پی اشتراک 35%، یعنی یه تیکه 35%. من اینو یه تیکر از بالا دارم، این 35% میره اون بر، میشه منهای 35%. 80 منهای 35% میشه 45%. یعنی احتمال آ میشه 45%. که سوالم از من چی خواسته بود؟ احتمال آ رو میخواد. بریم سوال بعدی. عددی طبیعی و نابیشتر از 100 به تصادف انتخاب میکنیم. احتمال آن که مضرب 6 باشد یا مضرب 4 نباشد چیست؟ 82%، 83%، 92%، 93%. بیا اصلا این سوال ندید، باید با آبی حل کنی. خیلی هم پرتکرار بوده تو کنکور. چرا؟ من قبلا به تو گفتم توی اصل شمول عدم شمول چی گفتیم؟ گفتیم سوالهایی که میاد میگه مضرب این باشد، مضرب این نباشد. مضرب حداقل یکی بر این دو عدد، یکی از این دو عدد باشد. مضرب فقط یکی از این دو عدد باشه. اینا رو A و B بگیر. یعنی چی؟ مجموعه اعدادی که مضرب 6 رو مثلا آ میگیرم، مجموعه اعدادی که مضرب 4 هستن رو بی میگیرم. مضرب 4 هستن. حالا سوال چی خواسته؟ احتمال آن که مضرب 6 باشد، مضرب 4 نباشد. یعنی احتمال بی آ اشتراک ب پریم رو میخواد. آ اجتماع ب پریم. ببین یا اجتماع مضرب 4 نباشد یعنی ب پریم، مضرب 6 باشد یعنی آ. ببین یه بار دیگه نگاه کن.
سوال احتمال میخواد یعنی پی، یعنی پی مضرب 6 باشد یعنی پی آ، یا که گفته یه اجتماع میذاری مضرب 14 باشد یعنی بپریم، یعنی پی آ اجتماع بپریم از من میخواد. پس من باید برم پی آ اجتماع بپریم. مجموعه هم که 1 تا 100، مجموعه هم 1 تا 100، اینو از من میخواد. شروع میکنید ساده سازی. یکی میگه اینو بکنم منها بعدی پریمشو بردارم. نه خیر، مگه این اشتراکه؟ پس اینو چیکارش کنم؟ این اجتماع برای اجتماع فرمول بلدی. احتمال اجتماع چی بود؟ احتمال اولی به علاوه احتمال دوم منهای اشتراکشون. می نویسم پی آ به علاوه پی بپریم منهای احتمال اشتراک آ و بپریم. حالا احتمال بپریم و بلدی میشه چی؟ 1 منهای پی بی. اینم اشتراک رو می کنیم منها بعدی پریمش میپره. اینجا اشتراک میشه منها بعدی پریم میپره. اینم که میشه 1 منهای پی بی. دوباره احتمال آی من های بی رو بلدیم. احتمال آی من های بی میشه احتمال آ من های احتمال اشتراکشون. ببین تا اونجایی که میتونی سادهش میکنی. خب این پی آ با این ساده میشه. چیزی که میمونه یه 1 من های پی بی منفی در منفی میشه مثبت. پس خواسته سوال که آ اجتماع بپریم بود احتمالش شد 1 من های پی بی به علاوه پی آ اشتراک با بی. خب اینه که داریم. حالا سوال چی گفته؟ سوال اومده گفته که اینو برو احتمالش حساب کن. پس من وقتی احتمال اینو میخوام باید این برای حساب کنم. بچه ها به من کمک کنید. این یعنی چی؟ یعنی احتمال اینکه عددی که انتخاب میکنی مضرب 4 باشه. برای احتمال تعداد عضوهای مضرب 4 رو به تعداد عضوهای کل تقسیم میکنیم. احتمال این بود دیگه، اونی که میخوایم به کل. یعنی الان میشه NB به NS. NS که چند تا؟ 100 تاست. NB یعنی تعداد اعداد مضرب 4. یاد گرفتیم قبلا تو اصل شمول عدم شمول تعداد اعداد مضرب 4 کافی است آخرین عدد تقسیم به 4 بشه براکت، به شرطی که مجموعه از 1 شروع بشه که اینجا هست. پس میشه الان چی؟ 100 تقسیم بر 4 براکتشو بگیرم تمام اعداد مضرب 4 1 تا 100 به دست میارم. تمام مضرب 4 1 تا 100. حالا مونده اشتراک بابی. اشتراک بابی یعنی چی؟ مضرب 4 مضرب 6 باشد و مضرب 4 هم باشد. عددی که هم مضرب 4 هم مضرب 6 یعنی باید مضرب کی میمیم 4 و 6 یعنی 12 باشه. بعضی فکر میکنن 24 ها، نه خیر، کی میمیم میگیریم. یعنی عددی که هم مضرب 4 هم مضرب 6 مضرب 12. پس باید تعداد اعداد مضرب 12 رو به دست بیارم به تعداد کل تقسیم کنم. تعداد کل 100، تعداد اعداد مضرب 12 هم که آخری رو به 100 آخری رو به 12 تقسیم میکنیم براکت. که این میشه 25 صدم. اینم که حساب کنیم میشه 8 صدم. حاصل میشه 80 و 300.